همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ماست تا بیشتر به همین اخبار بپردازیم الدین ابتدا از همین صحبت های رئیس سازمان پیشین سیا بپردازیم که از بازگشت دوباره سربازان آمریکایی به افغانستان گفته چی میدونیم بیشتر از این موضوع خب حمله دیروز در فرودگاه کابل دنیا و آمریکا را تکان داد و این حمله توسط داعش انجام شد که نزدیک و 200 نفر از جمله 13 سرباز آمریکایی کشته شد و جان باختند و با این حمله دای شاخه خراسان که در افغانستان موقعیت داره مسئولیت شد گرفت البته این شاخه سالهاست که در افغانستان حضور داشت اما به دلیل از اینکه در اونجا جنگ های جریان داشت دولت افغانستان فعال بود نیروهای آمریکایی بود و هر از گای اینا با اید گروه و ای شاخه دایش مبارزه میکردن و ای شاخه را به حد اقل رسانده بودند در ولایت های شرقی افغانستان مثل ننگرهار و نورستان و کنر اینا اونجا مرکزیت داشتن و دولت افغانستان تانستند که اینا را از هم بپاشانند و تعداد زیادی از جنگجویشان را از بین ببرند در اون طرف طالبا هم چون که دشمنی با داعش داشت و یک گروه هم تانست که یک مقدار دایش سرکوب بکنه و از بین ببره حالا که با توجه به خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و نبود یک دولت در افغانستان انتظار میره که این گروه دوباره رشد پ... کنه و دوباره قد علم بکنه و در شکلی ظاهر شوه که آمریکایی ها مجبور شوند که دوباره حملاتشان بر علیه این گروه و گروه, گروه حل قایده که در افغانستان حضور داره اینا حملاتشان از سر بگیرن و اینا بتوانند که جغرافی های بیشتر بگیرن و حتی و به این اساس یک ساحه و یک زونی مسئول برای خود ایجاد بکنن و آمریکایی ها را مجبور بسازن که دوباره بالا از اینا حملات اما خود طالبان به تنهایی چقدر توانای مقابله با داعش رو داره اگر کوتاهی؟ طالبان فعلا در یک انزوا قرار داره و از نظر بین المللی و از نظر هیچ چیز به رسمیت هیچ کس نمیشناسه و خود یک گروه هم با سوالات جدی حمایت از تروریسم و خودشان هم به نحو یک گروه تروریستی بسیار از کشورها میشناسن و به این دلیل گروه القاعده در کنار خود طالبان فعلا حضور داره با هرچند که داعش در مقابل در کنار طالبان نیست ولی طالبان نمیتونن که به تنهایی با داعش مقابله کنن چرا که خود طالبان از نظر امکانات ضعیف باقی میمانند و وقت حمایت مالی و لوجستیکی وجود نداشت دایش در مقابلش قوی میشه و قدرتمند میشه و میتونه که این هر دو با هم درگیر شود و یک جنگ به طولانی دیگر در افغانستان رقم بزنه ممنونم تاجدین سروش در ستیو همراه ما بودیم